صحت ثروت است. بر هر یک ما فرض است تا برای صحتمندی خود ما ورزش کنیم. همه شما عزیزای بیننده را خوش آمدید میگم به برنامه زنان موفق با مامون سفیده ای. عزیزای بیننده، امروز یکی از دختر خانم فعال را با خود داریم که در عرصه ورزش مصروف فعالیت هسته و حال برین در رابطه با ای که او شخص کی هسته و در کدام بخش ورزش میکنه و دیگه هم چگونه شروع کرده و چقدر دستاورد داره. در این قسمت معلومات به شما خواهد دادن. در ادامه برنامه با ما باشین. خانه اینو آمادیم و ما هم منتظر هستیم که ریحانه جان آماده شوه و بیاید در ای که شما هم ببینین که دختر خانم کی هست و چی کارهایی را میکنه. ما هم منتظر هستیم و امروز ما هم به احترامی ورزشکارا لباس ورزشی پوشیدیم و با اونا هم به تمرین خواهد رفت. خب ریحانه جان، هرچند ما با شما آشنا هستیم، شما میشه یک تا خودتان معرفی کنین تا بیننده های ما هم با شما آشنایی پیدا کنن. خب به نام خدا، ریحانه محمدی هستم، یکی از بازیکنان ولایت بامیان و عضویت تیم ملی بازیکنانی را همین چندی پیش به دست آوردم. عزیزای بیننده، قسمی که گفتیم امروز یک خانم ورزشکار یا هم که در عرصه بایسکل رانی فعالیت داره با خود داریم و حال در رابطه به ایمو پرسیم که فعلا مصروفی چی کار هستم؟ خب فعلا مکاتب به خاطر که شروع شده درس دارم در مکتب و همچنان یک کورسیم. تانو صنف 11 است. خب خیلی خوب. چه وقتا شما کارهای بایسکل رانی را میکنین؟ خب تمرینات که صبح زود هست، معمولا بین ساعت های 7 الا 10 که هوا خوبه و همچنان برای پاککاری و تنظیم بایسکل هم بعد از ظهری وقت میذارم. خب بایسکل خودتان میتونین بعضی جاهایش که خراب شود خب، ترمیم کنین؟ طبعا باید بلد باشین به خاطر که ما بایسکل ران هستیم و مهمتر از اونی که بایسکل ران تیم ملی بایسکل رانی هستیم، باید کل اینا رو بلد باشیم. خب خیلی خوب. در فامیل کیها هستن با شما؟ پدرمشان هستن، مادرم، بیادرم و دو تا خواهر. شما گفتین از سال 95 شروع کردین. 95 ما تانستیم یک اوارد را دریافت کنیم از طرف ولایت بامیان و همچنین برگزار کننده های جشنواره به اسم جشنواره جوان. و ما با اسکرانی و فعالیت های خود از چندی پیش از شروع کرده بودیم، یعنی از سال 2013 الی 2014 میلادی.
خب خیلی خوب. دو زمان فکر کنم در بامیان هیچ کسی بایسکل نمیران بجز بله. فقط بچه ها میتونست برانه. شما وقتی که بایسکل رانی مکدین خب حتما وقتی جامعه محدود باشه حتما نظراتی هسته بله. حتما گپ هایی هسته حتما مانه هایی هسته. شما با همچی چیزایی برخوردین هیچ یا نه؟ بله خب اولین شخصی که در فامیل ما ورزش را شروع کرد خواهر کلانم خانم زکیه محمدی هستند که چهره برتر ورزش در افغانستان هستند و اونا وقتی که بایسکل سواری را شروع کردن در ولایت بامیان از طرف ملاها، از طرف مردم قریه خود ما، حتی از طرف فامیلای دور خود ما، اونا همیشه تهدید میشدن برای که چرا یک دختر بیای بایسکل رانی کنه یا حتی چرا یک دختر اولین بار او هم در ولایت مثل بامیان چرا یک ورزش را پیش ببره. و خواهر ما با این مشکلات جنگید و جنگید تا زمانی که دخترای بیشتری علاقه‌مند این ورزش شدن و حال ما همی آزادی و بایسکل رانی که ما میکنیم در بامیان و همه ورزش ها در بامیان ما مدیون خانم زکی محمدی هستیم. ما هم دیدین در تصویر ما آماده شدیم و حال مریم در تمرین با ریحانه جان. ببینیم که اینا تا کجا را مره و چند ساعت تمرین میکنه. با ما باشید. یالی آمادیم در تمرین با خانم ریحانه و از خانم ریحانه بپرسیم که در روز چند ساعت تمرین میکنم. خب روزانه بین 1 الی 2 یا 3 ساعت تمرین داریم که بین 30 کیلومتر کمش 30 کیلومتر و بیشترین مسیر که ما میریم 120 کیلومتر هست که امروز ما میخواییم طرف شهیدان بریم که در مجموع 30 کیلومتر میشه. خب خیلی خوب عزیزای بیننده، ما امروز 30 کیلومتر با بایسکل موریم. سابقه شرکت کردین؟ خب من سال 2014 شروع کردم به مسابقات حرفه‌ای و مسابقات زیادی، هر مسابقه که در ولایت بامیان یا حتی کابل و دیگه ولایت برگزار شده من بودم و در مجموع شاید حدود 20 یا بیشتر از 20 مسابقه من اشتراک کردم. دیگه ولایت هم بوده یا نه؟ بله در ولایت پنجشهر هم بوده. خیلی خوب. باز در قسمتی که شما ورزش میکنین فامیل چقدر تشویق میکنن؟ خب حمایت کننده اصلی من همه فامیلم هستن و مخصوصا خواهرم و بیادرم که اونام رشتهشون بایسکل سواری هست و مربی های من هستن و اونا برای من همه طرز تمرین و طرز مسابقه دادن را اونا برای من یاد میدن. خیلی خوب. برالای شما خواهر و برادرتان از شما کلان هسته دیگه؟ بله. اونام دمی ورزش بایسکل رانی هسته؟ بله. خیلی خوب. از چی زمان اونا شروع کردن؟ اونا قبل ما شروع کرده بودن، وقتی که من خرد بودم اونا بایسکل سواری میکردن و بایسکل سواری اونا موجب شد که من هم بیارم به ورزش.
هم در رابطه با تیم ملی بگوین که یک ماه پیش آماده بود چند نفر گرفتن و چند نفر از بامیان بود، از دیگه ولایت هم بود یا نه معلومات بکنید؟ خب حدود یک ماه قبل مسابقات بایسکل‌رانی، مسابقات تیم ملی بایسکل‌رانی در بامیان برگزار شد و از ولایت مختلف افغانستان در شرکت داشتن، مثل کابل، مثل فاریاب، خود بامیان که ورزشکارای بسیار توانمند و قوی دارن، دخترای بسیار زحمتکش و سخت‌کوش. و در تیم ملی 12 نفر انتخاب شد که از این 12 نفر 6 نفرش از خود بامیان هست. اوه خیلی خوب. بله خیلی جای خوشیه. 6 بله. نفرش از بامیان است. بله و از 12 نفر. ریحانه جان خودت در تیم از ملی که هست در کجا قرار داری؟ خب خودم در تیم ملی بایسکل‌رانی مقام 4 را دارم. مسابقه داشتیم در بامیان که 2 استیج بود که از طرف حاجیگک بود الی سراسیاب بامیان و او استیج اول بود و استیج دوم از مرکز بامیان خود بازار بامیان بود الی درایی بند امیر. شکر. خوب پروانه جان، شما عضو تیم ملی هستی؟ بله. خب یک از همتیمی تیم سلسال شهمامه هستی. خب شما در تیم ملی در کجا قرار دارین؟ خب نتونستیم در مسابقه اشتراک کنیم. خب مشکل. خب در تیم دیگه هست، تیم شهمامه و چی گفتن؟ جمع عضو تیم از اینا هم تیم سلسال شهمامه. عزیزای بیننده، فعلا از تمرین آمادیم، خیلی هم خسته و مانده هستیم ورسی ما و برین در داخل خانهشان و معلومات بیشتر در رابطه با زندگیش و دستاوردهایش در خانه بر ما خواهد گفتن. با ما باشین. دستاوردهایتان بگین، چقدر دستاورد دارین از این بایسکل رانی که در حدودی 5 سال 6 سال موشه که شما عضو از تیم ها هستین؟ خب من دستاوردهای خیلی زیادی دارم، همراه بیادرم و همراه خواهرم که در هر مسابقه که دولت بامیان شده، چی رشته بایسکل رانی بوده یا اسکی یا اسنوبورد بوده، ما تانستیم مقام های خوبی را بگیریم و همچنان کپا و تقدیرنامه ها و مدال های ما در این طرف خانه کلشم هست. خوب بینید های عزیز، شما هم ببینین کپا و مدال هایی را که اینا از مسابقات بایسکل رانی خودش، خواهرش و برادرش کسب کرده بر ما یکن مدال. سلام، خسته نباشین. تشکر، سلامت باشین. خوب مشه خودتان یک معرفی کنین. به نام خدا، ما معصومه محمدی هستم، یکی از باشنده های ولایت بامیان. خیلی خوب. خانم محمدی، در رابطه به این بگین که دخترایتان همهشون ورزشکار هستن و همچنان پسرتان، چقدر خوشحال هستین از اینکه اینا مصروفی ورزش هستن؟ از این بابت خیلی خوشحال هستم که اینا ورزشکارن، به جایی که در کارهای دیگر رو بیارن در ورزش رو آوردن و این باعث افتخار ما و فامیل ما است. شما وقتی که اولادهایتان مرا یک دستاورد که میره در یک مسابقه شرکت میکنه، اینجا همش دستاوردهایی هست که اولادهای شما به دست آورده، وقتی پسرتان یا دخترتان یک مقام را میگیره، شما چی احساس می داشته باشین اون لحظه؟ احساس خیلی خوب، یعنی نتیجه زحمات خودشان و فامیل ما یعنی معلوم میشه.
چون یک نفر خودش نمیتونه که پیشرفت کنه، تا کل فامیل تشویق نکنن یا کمک نکنن نمیتونه. و ما من و پدرش خیلی اینا رو همراهی میکنیم، هم درس کمتر، درس ورزش بیشتر، چون یک ذره درس مربوط خودشون میشه و ورزش ما میتونیم کمک کنیم. شما هم میبینید نام خدا خیلی هم دستاورد داره، و گفته خودشان دستاوردی 8 سال و 5 سال و یا هم کمتر و بیشتری هست که دو تا خواهر و یک برادر این دستاوردهایشان هست که ریحانه جان فعلا با ما هست و در رابطه به این دستاوردهایشان معلومات میدم. خب اینجا مدالایم هست که از خودم زکر جان و مهدی جان هسته که این مدال از بیادرم هسته و ای از خودم هست، ای هم از زکی هست، ای هم از زکی هست که در مسابقات خارج از کشور در مسابقات پاکستان که برگزار شده بود ای را کسب کرد و مقام دوم را در بازکرانی و تایم تریل تانست بدست بیاره در بین کشورهای پاکستان و افغانستان. خب خیلی خوب. بله. فامیل اینا یکی از فامیل های ممتازی است که از طرفی والی ولایت بامیان به عنوان یکی از خانواده ممتاز که در عرصه ورزش همه فامیلشان سهم داره یا هم در ورزش هسته تندیس برشان داده شده، و چه خوب بود که خانم زکیه جان هم با خود می داشتیم اما فعلا نیسته و هر جایی هسته موفق و پیروز باشه و خواهرش هسته و در رابطه به فعالیت‌هاش، در رابطه به کارهایش بر شما معلومات دادن و ای که چه انگیزیش از کجا گرفته و چقدر دستاوردهایی را داره که در مسابقات گوناگون که بر علاوه ای که بایسکل رانی هست در چند ورزش دیگه هم شرکت داره. یک دختر که الان شما در جرمنیه، بله، پشتش دیق شدین؟ خیلی زیاد دیق شدیم، چون به حساب فرزند ارشد خانواده بود و مسئولیت بیشتر داشتم درس فامیل هم برای ورزشکارا، چون رئیس فدراسیون بامیان بود و مسئولیتش خیلی زیاد بود دیگه، خیلی حسابی دیق شدیم از پشتش. اونجا مصروف چی کاره؟ دنبال کارای ورزش هسته که در یکان باشگاه معتبر اونجا شامل شده و ورزش خوره ادامه میده و هم تحصیلات خوره. خب زکیه جان خودش مسئول فدراسیون بامیان بود، به خاطر چی رفتن خارج از کشور انتخاب کرد؟ به خاطر که خود شما میدن مردم ما خیلی سنتیه و خوش نداره که خانم ها ورزش کنه، و این شما شاید خبر داشته باشین که زکیه جزو اولین دخترایی بود که در بامیان بایسکل سواری کرد و مخالفین زیاد بودن، ملاها مانع میکردن که نباید ورزش کنه، سنت شکنی گفت که سنت شکنی از بامیان شروع میشه، و منظورشون زکیه بود دیگه، در کل بامیان فقط زکیه بایسکل سواری میکرد و فشار روحی خیلی زیاد بود، مردم مخالفت میکردن، اذیت میکردن، و اینم این کارو باعث شد که مهاجر شود دیگه از کشور بره. خب بیننده های عزیز، قسمی که شما هم از زبان خود مادر زکیه و مادر ریحانه شنیدین که امی مشکلات و ناامنی هایی که در افغانستان است باعث میشه که خیلی از جوان های ما که واقعا نقش اساسی در جامعه ما داره، خیلی هم در جامعه ما مؤثر و مفید است، از جامعه ما بره.
در خانواده ها ایه که دخترها رو تشویق کنن، پسرها رو که تشویق میکنن دیگه، ولی زمین مساعد نیست بر دخترها و این بیشتر در فامیلا مخصوصا در مادرها میرسه که دخترها رو روحیه بده و تشویق کنه، چه در عرصه ورزش چه در عرصه درسشان تحصیلشان. تشکر. خواهش. بنده های نازنین تشکر از اینکه تا ایدم برنامه ما را تعقیب کردین. امروز با خانم ریحانه یا ریحانه جان که عضو تیم ملی بایسکل رانا در سطح افغانستان بودن و همچنان در رابطه با دستاوردهاش، در رابطه با کارهاش، چگونه کارش شروع کردن بر ما معلومات دادن و ما هم رفتیم تمرین با اینا و شما هم بیننده بودین. تشکر از تک تک شما عزیزای بیننده که برنامه ما را تعقیب کردین. تا برنامه دیگر که باز هم با یکی از خانوم و دختر خانوم فعال در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خدای پاک میسپاریم. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.